سلام، وقتتان بخیر. به محور خوش آمدید. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با معاون اتاق تجارت قطر دیدار و درباره توسعه روابط دو جانبه در زمینه های تجارت و اقتصاد گفتگو کرده است. سرپرست این وزارت همچنان تاکید کرده است که در حال حاضر فرصت های سرمایه گذاری در کشور فراهم شده و سرمایه گذاران قطری می توانند در بخش های گوناگون از جمله معادن و کشاورزی سرمایه گذاری کنند. پس از سفر سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی به قطر و ادامه دیدارهایش با مقامهای قطری، این بار سرپرست این وزارت با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری قطر دیدار و درباره سرمایه گذاری های این کشور در افغانستان گفتگو کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در این دیدار همچنان تاکید شده که سرمایه گذاران قطری می توانند در بخشهای گوناگون به ویژه معادن و کشاورزی در کشور سرمایه گذاری کنند. د قطر هیواد د سوداګرۍ خونې لومړی مرستیال محمد بن احمد بن طوار الکواري په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې دوی به په قطر هیواد کې افغان کارګرانو او پانګوالو ستونزو ته رسیدنه کوي. همزمان با این وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که برخی از کشورها از جمله امارات متحده عربی، ایران، قطر، ترکیه و چین علاقمند هستند تا در بخش ساخت و ساز در افغانستان سرمایه گذاری کنند. سخنگوی این وزارت میگوید که تاکنون قطر و چین عملا در برخی از پروژه های ساختمانی در ولایت های کابل، کندهار و هلمند سرمایه گذاری کردند. قطری پانګوال چې دوی په هلمند کې هم یو خرګوټه د 500 یتیمانو لپاره کار پیل شروع کړی د بنسټ ډبره کې خوده شوله له هغې مخکې مو په کندهار کې یو کوچنی خرګوټی و چې د هغې چارې مکمل سر ته ورسېدلې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په کابل کې هم یو پروژه لري، قطری پروژه په 15 مناحې خوشحال خان سیمه کې. از سوی هم شمار از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که امارت اسلامی باید سهولت های بیشتر را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم بسازد تا سرمایه گذاری های بزرگ در کشور انجام شود. از بزرگای امارات اسلامی ما می خواهیم که هر چیز زودتر سرمایه گذاری بر منابع خود ما باید سرمایه گذاری کنیم. یک مثال دریای کنر است و امثال از این. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، نمایندگان کشورهای ازبکستان، کازاخستان، ترکمنستان، قرغزستان، ترکیه، روسیه، قطر، ایران، چین و امارات متحده عربی به افغانستان آمده و علاقمندی نشان دادند تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. و در محور امشب نقش دوحه در حوزه های اقتصادی و سیاسی را بیشتر به بحث می گیریم. مهمانان محور امشب آقای میاگل وسیق، آگاه سیاسی که از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدند اینجا در استودیو، آقای عبدالظهور مدبر و محمد نبی افغان، آگاهان اقتصادی حضور یافتند. خیلی خوش آمدید، سپاسگزار حضورتان. مهمانان گرامی، افغان صبح اجازه بدید با شما آغاز بکنیم که سفرهای متعدد شکل گرفته به قطر و سرپرست وزارت رفتن یکی از مقام های ما اونجا. فکر میکنین در کل قطر چی نقش را در حوزه اقتصادی در چنین شرایط به افغانستان بازی میکنن؟ من نه سلامونه تاسې تاوریدون کوته ملمت هم. علیکم سلام. داسې قطر په سیاسي بخش کې ډیر مهم رول لوبولی او د افغانستان له اوسنی حکومت سره دی ډیر ښې او ډیر حسنه اړیکې لري او آیسته آیسته دی غواړي قطر کوشش کوي چې په اقتصادي ډګر کې هم دی نقش لوبوي او داسې داسې موږ مخکې له دې چې د خارجیان رابولو او مخکې له دې چې ناوخته کیږي او موږ ځکه تیرو شلو کلو ته که موږ تاسې وګورو ډېر غټ فرصتونه هم له لاسه ورکړه. اوس حکومت باید تر ډېره حده ادارو ته فکر وکړي او د خارجي پانګوالو لپاره میکانیزمو ته باید فکر وکړي. موږ په کوم اساس څه رقم کولای سو په کم وخت کې څنګه اول بنیادي موږ د خپل ادارې جوړولی سو او بیا دوی راوبولو؟ ځکه که د تیرو کلو ته وګورئ ډېرې هوایي پیسې راغلې ولاړې، ځکه په میلیاردو ډالر راغلل. اوس هم د دا وضعیت خدای نخواسته چې له لاسه وځي یا فرصتونه له لاسه وځي. ښه خبر دا ده چې موږ په داخلي سټرکچر کار وکړو او په داخلي هغه اداراتو هغه بخشو باندې کار وکړو چې موږ دوی څنګه رابللی سو. اوس موږ خپله زه خپله د یو تاجر په حیث سې ادارو ته تللی، یعنی هغه رقم میکانیزمونه او تګلارې نسته که یو تاجر راځي حکومت څه شي کوي دی څه شي وکړي دا یعنی او د حکومت د مشرانو هغه کوم داغسې دغه کوم خلوص چې ده وطن ته. اما ما از زبان مقام های امارات اسلامی شنیدیم که سهولت های بیشتر هم فراهم کردن بخاطر سرمایه گذاری، بخاطر تاجران و کسایی که میخواین در اینجا حضور اقتصادی در افغانستان در کل داشته باشن.
داسې داسې یو خو په خلو خوارس وایو، اما عمل کې باید ثابت شي. دا رقم هم نه ده، دا اوسنی وضعیت زه خپله تاجران پیژنم. ګوره ښه، دغه یو څوک چې راځي چې سرمایه ګذاري کوي، ای نه تر زیټه به ته ټول هر څه په ده نه وراچوې، یو څه مسؤلیتونه ته باید واخلې. دا اوسې ته یو تاجر راغواړې، یو خارجي پانګوال راغواړې، هغه ته باید زیربنایي بعضې کارونه ته باید وکړي، یو څه باید هغه وکړي. څنګه یو تاجر کولی شي؟ یو خو دا ده چې موږ خپلو کې ځان سره غلطوو، ځان غلطول نه، اصل ته که راسو، تجارت ته که راسو، کاروبار ته که راسو، یا به ته هغه ته دومره غټ داغه ورکوې، غټ امتیاز به ورکوې، دغه خپل مسؤلیتونه به هم په هغه ورچوې، بیا به هغه له تا غټ امکانات اخلي د ټول عمر لپاره بیا اخلي، یا د 15 د 10 د 20 کلو چې ته کوم قرارداد. ما بیشتر میخوام در خصوص در بود داخلی هم صحبت های داشته باشم، اون چې تحصیلات است نیاز باید فراهم شوه و مشکلات و چالش هایی که وجود داره. افغان شبا ما در کل در بحث قطر اگر پس دوباره بر بگردیم، فکر میکنین قطر اون چې شما نقش سیاسی شو برجسته ساختین در کنار زمین خیر که حضور اقتصادی داشته باشن، چرا فکر میکنین در افغانستان میخواد حضور اقتصادی داشته باشه؟ چه چیز پای قطر به افغانستان میکشونه؟ داسې سیم خصوصا خاوري میانه ملکونه او دغه سي مرکزی اسیا هیوادونه، که تاسو وګورئ نن قزاقستان ویلې سي امارات په مشرانو باندې موږ هغه بندیزونه ختم کړل، یعنی دوی ډیر کوشش کوي چې اوس رشتو کی څنګه کولای شي چې دوی په سیمه کې منطقه کې د ځان لپاره اقتصادي ښه پارتنران ولري، ځکه افغانستان یو له سرکلوپه کلفه هیوادونه داسې له وسه پورې د دوی له معدنیاتو نه یا له دې سیمې نه په دې سیمه کې استفاده نه ده سوې. په سیمه کې او د نړۍ په سطحه باندې موږ ته نړیوال ضرورت لري. د نړۍ اپر قدرتونه افغانستان په سیمه کې، په آسیا کې یو خاص جغرافیایي موقعیت لري. موږ په ډیرو بخشو کې موږ بسیا یو، او د افغانستان دوستي دغه کوم اقتصادي ملکونه چې دي ټولو ته په ګټه ده. صحیح ده اوس وضعیت یو څه ریسک سته، یو څه مشکلات سته، اما په آینده کې افغانستان اوس که وګورئ دنیا اوس لیتیمو ته ضرورت لري په نړیواله سطحه. دلته که هر ملک اول راغی دلته سرمایه ګذاري وکړه، د هغو لپاره ګټوره ده. نو همسایګان او تر ډېره حده دغه د خاورې میانه عربي هیوادونه او مرکزي آسیا هیوادونه تر ډېره حده کوشش کوي چې دلته خپل اقتصادي جای خپل کړي او په آینده کې ښه تجارت ولري. او د دې سپاسګزارم افغان صاحب مدبر صاحب عزیز، شما فکر میکنین که سود توسعه تجارت با مسائل اقتصادی با قطر به افغانستان چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و مهمانان گرامی و همچنان بیننده های عزیز. خیلی تشکر و ممنون از این فرصت را مساعد ساختید. ممنونتان از این که منابع متمرکز با یک جغرافیا نیست و نمی باشه، در قلمرو نیست. کشورها باید با هم رابط اقتصادی، استراتژیک و سیاسی داشته باشند تا تبادل افکار هم صورت بگیره، تبادل تجارب هم صورت بگیره، تبادل کالاها و تخصص هم صورت بگیره. از اینکه کشور قطر هم یکی از کشورهای پرقدرت اقتصادی است و کشور صنعتی است و امکانات خوبتر داره، بخصوص در سی صادرات نفت دومین کشور صادر کننده نفت و گاز است و ذخایر نفت خیلی زیاد داره، بعد از کشور ایران و روسیه اکثریت ذخایر نفت کشور قطر داره، و در این حال کشور وارداتی هم است، یک سری کالاها را وارد میکنه از سایر کشورها مثل کشور عربستان و سایر کشورها، و نزدیک 18% بخش خدماتش است و 0.2% کشاورزیش است. تولید ناخالص داخلیش که نزدیک 353 میلیارد دلار است، این در کل یک سری مزیت ها را داره. میخواد خلایی که داشته باشه از سایر کشورها با داشتن رابطه درست استراتژیک و اقتصادی خلا را پر کرده باشه، و این قاعده است. در اقتصاد هرگاه ما میخواهیم که ما به شکل کامل یک پکیج کلی اقتصاد داشته باشیم، ما نیاز است از یک سری مزیت‌ها از سایر کشورها هم مستفید شیم. این مردم قطر نمیشه که همیشه از نفت استفاده کنند، نفت یک وجه از زندگیشان است، نیاز یک سری مایحتاج دیگهشان از سایر کشورها فراهم کرده باشند. درست که من جمله افغانستان یک بستر خوب میتونه برشان بنا به جوی که پیش آمده در شرایط موجود افغانستان یک گزینه خوب بوده باشه با افغانستان تجارت داشته باشه. با توجه به ویژگی‌هایی که داره میتونه افغانستان یک رابطه خوب داشته یک رابطه باشه. خوب داشته باشه و نفت گازشان به افغانستان به فروش برسانه با قیمت مناسب، چون یکی از اعضای سازمان اوپک است، صادر کننده نفت از سطح جهانی، و یا خیلی اثرگذار هستند در قیم و یا قیمت های نفت
در مقیاس جهانیش بنان افغانستان یک گزینی است که مردم افغانستان در شرایط موجود نظام و دولت سکتور خصوصی نیاز به بنزین و تیل و نفت و گاز داره، ولی ما هنوز او ظرفیت پیدا نکردیم که به شکل کلی معادن خود ما استفاده کرده باشیم، استخراج کرده باشیم، هرچند که به شکل بالقوه ما هم امکانات خود داریم. بنانت ای در کل میتونه یک سری مزیت ها را به ما هم فراهم کرده باشه، به او هم فراهم کرده باشه. مزیت هایی که ما میتونیم از استفاده کنیم، ما از تجاربشان میتونیم استفاده کنیم در امر استخراج نفت و گاز که و تجربه بیشتر دارن، و در این حال خود مسئله جغرافیا، مسئله آب و هوا، اقلیم فرق میکنه در هر سرزمین. او کالاهایی که بنا به اقلیم و آب و هوا در داخل افغانستان به شکل درستش تولید نمیشه، میشه از کشور مثل کشور قطر ما وارد کرده باشیم و به او ما کالاهای دیگر صادر کرده باشیم. مسئله زمین و منابع طبیعی و همچنان بحث منابع انسانی هم است که یکی از عمده ترین عامل تولید خود نیروی کار است. نیروی کار بهره‌ور میتونه که بهره‌وری و پروداکتیویتی در اقتصاد بلند ببره و افزایش داده باشه. ببین، چون یکی از کشورهای مرفه است که تولید ناخالص داخلیش بلندتر است، ما میتونیم از این مزیت ها بهره لازمه ببریم و در کل به سود اقتصاد افغانستان هم تمام میشه. ای که چرا علاقه مندستن، بنا به موقعیتی که ما داریم، ما یک چهارراستیم بین کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و حتی کشورهای خلیج فارس. بله. یک مزیت است، یک چاره تجارتی میتونیم باشیم. با همزمان من میخوام دوباره بپرسم مدبر صاحب، چوریان اقتصادی ما استفاده لازم درست و همزمان رقابت هایی که وجود داره میان امارات متحده عربی و همچنین عربستان سعودی در مسائل افغانستان با قطر چقدر میتونه برجسته باشه؟ میخواین که در کنار مسائل سیاسی بیان حضور اقتصادیشون بسیار گسترده باشه؟ طبیعی هر کشور که میخواد یک روابط با کشور مقابل یا بی داشته باشه، مطمئنا که نفع ملی زی داخل می باشه. درست. این تو نیست که به تعبیر عام عاشق گل روی ما بوده باشن، به خاطر آرمان و بالاخره ذوقی که خودشان دارن، گولی که خودشان دارن، هدفی که خودشان دارن سنجش میکنن. دمی قسمت ما چیره از دست میدیم و چیره ما به دست میدیم. اپورتونتی کاست و سنجش میکنن، مسار فرصتی رو سنجش میکنن. از نگاه اقتصاد هم حکم میکنه، آنچه شما که به دست میارین باید ارزش به مناطق بلندتر بوده باشن بعد با آنچه که از دست میدین. و افراد یا مردم قطر هم مردم هوشیار و زیرک هستند، مسائل سیاسیش در جایش بوده باشه که حافظ منافع قدرت‌ها هستند و بسترسازی به خاطر پهن کردن بالهای استعمار امریکا میکنن در جایش بوده باشه، ولی از نگاه تخصصی و اقتصادی شرگا محضن بحث کنیم، ای میتونه که ارزشمند هم به مردم افغانستان و هم به خود قطر تمام شد و سرمایه‌گذاری هم میتونه یک دندانی خوب به خاطر چرخش چرخ اقتصاد در افغانستان، کشورهای منطقه و تا جهان بوده. بسیار تشکر، سپاسگزارم. مدبر صاحب برمیگردم. وسیق صاحب وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین. سپاسگزار حضورتون در محور امشب. به عزیز شما در حوزه سیاسی دوحه چی نقش را در مسائل افغانستان میتونه بازی بکنه یا بازی میکنه در حال حاضر؟ به نام خدا و سلام و ادب خدمت شما میمونای گرامی، بیننده‌های تلویزیون شما. سپاسگزارم. قسمی که شما میفهمین که کشور قطر یگانه کشوری بود که بعد از پاکستان، یعنی اوج دفتر طالبان باز شد و فعالیت خود از اوج آغاز کردند و تانستند با کشورهای مختلف در روابط مختلف برآمدند به جهان به اصطلاح، و قطر ایره وسیله شد و بالاخره در همونجا توافقنامه‌ای که با بعد از مذاکرات طولانی که با ایالات متحده آمریکا داشتند توافقنامه منتجبه ای شد که گویا طالبان از اون موقف یا شخصیتی که داشتن متفاوت‌تر در سطح دنیا و در سطح منطقه تبارز بکنن و آهسته آهسته تا حدی شد که بالاخره نظام برشان تحویل داده شد. خب یکی بخش است که طی مدت زمان گویا مبارزه کردن، جنگیدن، قربانی دادن، یه حرف جدا است، ولی در نقطه آخر بس این در نتیجه اون تعامل یا موافقتنامه که صورت گرفت که موافقتنامه دوحه نام داره و او هم شرایط خود داشت که او شرایط باید عملا چیز میشد، یعنی اجرا میشد، که از جمله او شرایط یک شمی بود که باید مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره با دولت افغانستان و دولت افغانستان در وقت درست. و طرف های دیگه
که میتونست باعث اینقدر به اصطلاح یک شوک برای ملت افغانستان هم نمیشد و در نتیجه این مسئله است که در توافقنامه دوها هم ذکر شده بسیار مشخص هم وسیق صاحب حال فکر میکنین که 4 سال از توافقنامه میگذره در حال حاضر دوها چی نقش را بازی میکنه میخواهد که افغانستانی که در حال حاضر گفته میشه در انزوای سیاسی است افغانستانی که با بحران مواجه است میخواهد را بیرون بکنه از این بحران یا نه هنوز هم دارم حافظ منافع قدرت هاست کاملا خب از طرف دوها کشوری است که بسا نقطه وصل افغانستان با کشورهای بزرگ دنیا بوده و تا هنوز هم هست این هیچ کس انکار کرده نمیتونه بیشتر دوست ما هم گفتن و در کنار از این مشکلی که فعلا وجود داره که افغانستان دچار یک بحران است بحران به این مفهوم که تا هنوز یعنی به رسمیت شناخته نشده تا هنوز کشورهای همه کشورهای دنیا و خاصتا جامعه بین المللی در مجموع یعنی دولت افغانستان یا مثلا حاکمیت موجوده به رسمیت نشناختن این خودش مشکلاتی است که به وجود آمده و برای حل این مشکلات برای فعلا محل مناسب یعنی که دنیا و منطقه همه دانستن کشور قطر است و کشور قطر میزبان قسم که شما میفهمین که نشست اول دوها و نشست دوم و حال قرار است نشست سوم برگزار شد و تای این نشست این یا بتانن کار بکنن که این برای حل بحران افغانستان یک نقشه را ترسیم شوه که البته او در نتیجه اجماع جامعه بین المللی یعنی در مجموع نه کشورهای منطقه و نه تنها جامعه بین المللی بلکه در مجموع تفاهم صورت بگیره که یک نقشه رایی که واقعا برای برآمدن از این بحران در افغانستان موثر باشه او ایجاد در رابطه با نشست ما دوام می‌خوایم بیشترم بپرسیم که قرار است چی نو تصامیم گرفته شده و برای آینده نشست به آینده افغانستان چی است وثیق صاحب ما از دید شما رابط کابل با دوحه در حال حاضر چگونه است با توجه به اینکه نخست وزیری قطر و وزیر خارجه کشور نخستین کسایی بودند که آمدن با رهبر امارت اسلامی دیدار داشتند ما همطور که بیشتر اشاره داشتیم که با رهبر امارت اسلامی یعنی با اکثریت از کشورها دیدار نداشتن ولی با قطر داشتن این خودش نشان دهنده از این است که قطر تا هنوز هم جایگاهی که داشت و جایگاه نه تنها تضعیف نشده بلکه دیگه هم تقویت شده و همین نشستایی که در دوحه میشه این خودش بیانگر اعظمی است و به اصطلاح جامعه بین المللی که زیاد این پروسه را به اصطلاح حمایت میکنن توقعی است که نه صرفا جامعه بین المللی کشورهای منطقه هم کار بکنن تا ای که واقعا برای حل مشکل افغانستان اینی مشترکن یک تصمیم بگیرن درست. و در غیر از او هرگاه این مشترک نباشه باز شما میفهمین که افغانستان دوچار مشکل میشه و و در بین این رقابت های قدرت های منطقه و دنیا متاسفانه باز توان زیره با تاسف که مردم افغانستان خود پرداخت بنابراین این بهتر است و کشور قطر یک اونه کشور است و فعلا کارهایی که در اینجا میشه که چطور ممکن است نماینده خاص توضیح شوه چطور که یعنی گروه تماس چطور ایجاد شوه و چطور نقشه را ایجاد بکنن و در بود داخلی چی بکنن در بود بین المللی کدام کار را بکنن تا ای که واقعا این یک فضای به وجود بیاید که ما بریم به طرف حل بحران نه ای که به خاطر به طرف پیچیده شدن بحران بریم بسیار تشکر وثیق صاحب سپاسگزارم برمیگردم افغان صاحب هرچند اشاره مدبر صاحب داشتن در خصوص ویژگی هایی که داره مزیت هایی که قطر داره ولی در حال حاضر هم گفته میشه نظر به گفته های وزارت شهرسازی و مسکن که در بخش ساخت و ساز در شمار از ولایت ها قطر حضور داره ما چگونه میتونیم از حضور این کشور که اقتصادش به مراتب بهتر از افغانستان است و اصلا قابل مقایسه هم نیست از او بهینه یعنی استفاده بهینه داشته باشیم در چنین شرایطی البته واران صاحب موږ ډیر باید دې ته خوشاله نه سو چې موږ ځکه موږ په دې تیرو څلوېښتو کلو کې پرته له دې تعمیر او له دې بلډینګ او له دې دا ګوره دا یو دغسې یو شای دي چې موږ نه سو ورته ویلی سي موږ خود کې پاکېدلی سو موږ قطر نه باید په دغسې بخشو کې استفاده وکړو او دوی باید را وبولو چې موږ څنګه موږ ته څنګه په نفتو راویستو کې دوی موږ سره څنګه کومک کولی سي ځکه
قطر نه موږ نفت نه سو اخیستای موږ سان کې ایران لرو د ایران لاري او کچيري موږ د کراچي د لاري راوړو ګران پری وځي هم سایه وادونو لکه ترکمنستان و ایران هغه نه ارزانه اما کدی پر اختیا موږ سره خلوص د نیت لري دی موږ ته دلته د نفت او فابریکې جوړی کی او د نفت پر اوستو کې د موږ سره کومک کی یا د پتا سپیا کی او کی یا دغه سي په زراعت کې دی او کې یا د برق په جوړېدو کې دی را سره وکي دغه بخښونه دی وزدا د دې جزئي جزئي سي لګیا دی یعنی دا هم موږ دې ته نه سو ویلای چې دا دې موږ دوسی و ولی برنامه چې خطر نیاز است که ما خودمون داشته باشیم کشور که میخواد حضور اقتصادی در افغانستان داشته باشه از قبل ما یک برنامه رو ترتیب و ترسیم داده باشیم موږ بگیم که روی یعنی موارد اینجا بین در افغانستان حضور داشته باشین خب هر کشور یک نظر به منافعی که شما پیشتر اشاره کردین ما در سویم اشاره داشتن من میخواین حضور داشته باشن اما چه قدر نیاز که ما رو یک برنامه وارد یک کامل اقتصادی شده دی خپل و گرد و مطابق دل ترازی ما وقتی هم ویلی مگه باید تخصصی مخته ولاړ سو موږ باید اداري فعال کو موږ باید تعلیم فعال کو موږ دغه اوسنۍ وضعیت دغه درې کاله تیر سو یو دوه کاله نور هم په تیرو برنامو موږ مخکې تلای سو نور له دنیا سره موږ نور نه سو وسلېدلای موږ سیستمونه باید فعال کو موږ تخصصي بخښونه باید فعال کو او موږ باید هغه ضرورتونه باید راوړاندې کو یو ملک موږ سره دوستی کوي موږ سره دلته سرمایه گذاری کوي هغه بخښونه باید موږ ټارګټ کو چې موږ ته اشد ضرورت سکه مګه خود کی پاکی د لایسو مګه په خود لري د لایسو مګه په زراعت کې کولای شو چې مګه دغه د فکر کچه راټیټکو کلیوالي ساتیم څنګه راجګولای شو کلیو هغه اپ اطرافو کې خلکو اقتصاد څنګه په خود راولای شو هغه ته څنګه یو ګول ډوډۍ ورکوای شو یا دغه سم مګه څنګه په زیربناو کې خود کی پاکی د لایسو کوم بخښو ته مګ ضرورت لرو مګه کومې برنامه باید ولرو یو تاجر سره راضی دلته سرمایه گذاری کوي هغه ته کوم امکانات مګ لرو کوم کوم لدی نه غواړو په نړیواله سطح نن سبا خو ټکنالوژي د دنیا دغه باید موږ ولولو باید وی ګورو برنامه ورته جوړې کو سیو تاجر په مملکت کوم دغه دی کوم ان کوم ضرورتونه دی ورته حکومت څه باید ورته کی دای باید څه کی موږ دلته آیا زیربنا ولرو آیا سړک لرو آیا برق لرو موږ کوم امکانات یو خارجي تاجر ته ورکولای شو یعنی موږ دا وس په اوسنی حالت کې خپل د مادانو چې کوم قراردادونه سوي دي دا کوم سکیږي په دې کې خپل چې کله ورته ګورم ډیر داسې دی افسوس جای ده موږ وایو چې باید خود کې پاسو خود کې پاکې دوته باید اوسنۍ د وصل لپاره برنامه بیل ولرو د آینده لپاره بیل ولرو داخلي تجاران باید پرته کوي لکه څنګه چې د امارات لپاره تاک سره تکوي کړل وځي باید په غاټه کاچه باندې که موږ غواړو چې اوسنۍ حالت راوځو ځکه په دې تیرو دوه کلو کې موږ خالص دومره وکړل چې خپل حضور هم فعال وساته اما د خود کې پاکېدو لپاره باید موږ غټې برنامې ولرو یو تاجر دلته راځي سرمایه ګذاري کوي هغه ته امکانات هغه ته اول په اول کال کې هغه باید کوم امکانات ته ورکړي هغه ته کوم سهولتونه باید ورکړي یا هغه ته څومره منافع ورکړي په دویم کې په درېیم کې د هغه لاسنیوای باید وکړي اوس که یو کمپنۍ راځي په افغانستان کې په دې اوسني وضعیت کې هغه راځي د پروسس لپاره ته راغواړې هغه 2-300 میلیونه سرمایه گذاري کوي په اوسني حالت کې بیا ته یا سړک پرې جوړې یا له دننه نور امتیازات غواړې د ملک لپاره ناممکنه ده دغه مرغټ سرمایه گذاری خلق نسی کوله چون که گفته میشه امارات اسلامی بارا گفته که از زمینه سرمایه گذاری مساعد کرده اما چون که گفته میشه حضور چندان کشورها در مسائل اقتصادی در افغانستان نداره اون چون که مثلا یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ شکل بگیره این ناشی از برنامه‌ای است یا فکر میکنین چالش های وجود داره یا موضوعات دیگر است که تا اینجا کار مطرح نشده و مانع حضور کشورها در افغانستان بوده دا زیده ما وقتی ویل دا برنامه دغه وضعیت دی حکومت ده دغه ګوره کچیر حکومت تخصصی کا افراد او اشخاص تخصصی ز باید دا ورته وخیم چې ز په دې بخښو کې کمزور یا په دې بخښو کې د ما ضرورت ز باید دا تاته دغه امکانات برابر کم خو دا ز نسم کولای دی تاته دغه امتیاز در کوم راسه په دې بخښو کې سرمایه گذاری وکوره د دې په دې حکومت کې فساد موجود و یو سرمایه گذار به سراته دلته به پیسې ورکولې بیا به قرارداد لا سره غول وس په دې حکومت کې هغه مشران دومره دغه دی ملک تجمن دی یا په خلوص کې دی بالکل دغه برنامه مکمل تر خراب شي یو تاجر ته دغه فکر وای ځان فکر ورته کوي ورته وای چې ته د ملک لپاره کار وکړې دا ناممکنه ده او دروغ
ده او دویمه خبره ده چې موږ په غټه ساته اوس ګوره موږ هم نفت لرو موږ معدنونه لرو موږ یو غټه فابریکه د معدنو که هر ملک موږ سره په خلوص کې یا په دغه کې موږ سره دلته په زړونه غواړي سرمایه ګزاري کې اوس چینایان دي د مسیاینک لپاره د پروسس دلته باید فابریکې جوړې کړي بیا به موږ ووایو چې دا خلک سرمایه ګزاري کوي دا له موږ سره تجارت کوي او د موږ د اقتصاد په پښو درولو کې هم راسره همکار مدبر صاحب ما ببینیم در نشستهای متعدد در سطح منطقه و دور هم تاکید میشه ای که کشورها میگن من میخواین سرمایه گذاری بکنن در افغانستان حضور داشته باشن اما میبینیم برخلاف آنچه گفته میشه ما انتظار نداریم که اونا حضور داشته باشن و حضور هم نمیگیرن این شکل چالش چی است مشکل چی است و چرا اراده بختار حضور در افغانستان وجود نداره در بخش اقتصاد ببینین سرمایه‌گذاری طبیعی یک دندانه خیلی ارزشمند به خاطر چرخ اقتصاد یک سرزمین میتونه باشه چون میزان اشتغال بلند میره گسترش خلاقیت صورت میگیره و میباشه نوآوری ها در کسب کار میباشه در کل یک تسهیل کننده فرایند تجاری میتونه بوده باشه بس خود سرمایه‌گذاری ولی یک سری عوامل میتونه اثرگذار بوده باشه چی داخلی چی خارجی از جمله بحث خود شرایط اقتصادی با ثبات هرگاه ما از ثبات اقتصادی صحبت میکنیم تورم باید در کنترل بوده باشه دفلیشن انفلیشن به شکل درستش مدیریت شده باشه حتی که استگفلیشن نبوده باشه که امروز متاسفانه در افغانستان استگفلیشن است که این هم قیمتا تا جای بلند است هم متاسفانه بیکاری زیاد است این خودش میتونه اثر داشته باشه بالای سلب انگیزی یک تجار و یک متشبث بیرونی چون در شرایط تورمی هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنن و در شرایط استگفلیشنی هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنن و بحث دیگه قدرت خرید مردم بلند بوده باشه هرگاه ما از ثبات صحبت می‌کنیم یعنی خود ثبات اقتصادی بالای انگیزه سرمایه‌گذاران می‌تونه اثر داشته باشه مقررات شفاف در یک سرزمین بر پیمانی که مقررات به شکل درست بوده باشه قوانین بوده باشه مسئله ایمنیش درست باشه پرایویسی درست بوده باشه تعلقات درست بوده باشه با جهان با تجار بیرونی با سرمایه‌گذاران بیرونی بونم پیمانه انگیزشان بیشتر میشه و میخوان سرمایه‌گذاری کنن در داخل افغانستان یا در داخل یک سرزمین و بحث دیگه بحث نیروی کار ماهر است بر پیمانی که در یک سرزمین افراد متخصص و مسلکی بوده باشه تجار انگیزه میگیره و میخواد سرمایه‌گذاری کنه و چون میزان بازگشتی بهریش بیشتر میبینه ریتورن بیشتر میبینه این درک میکنه در فلان سرزمینی که گویا ما میخوایم که سرمایه‌گذاری کنم افراد از خودشان استخدام کنم دبیسته که امو کاست اف گودسول یا سیجس پایین میاد قیمت تمام شد پایین میاد هر از بیرون نیروی کار بیاره دبیست نیروی کار بیرونی مزد بیشتر تقاضا داره خودش سبب سلب سرمایه‌گذاری میشه توسعه زیر ساختا بر پیمان یک وفا بیرون برمیگردم بدیم سوالای شما و ایشون میبینه تا لحظات دیگر برمیگردیم به ادامه محور خوش اومدید. درسته به ادامه صحبت های شما رو میخوام داشته باشم. بس دیگه بس توسعه زیر ساخت هاست. خود توسعه زیر ساخت اثر داره بالای انگیزه سرمایه‌گذار. بر پیمانی که زیر ساخت ها مرتب بوده باشه، آماده بوده باشه، نیاز نیست که از صفر شروع کنه یک سرمایه‌گذار. مستقیم از 50% بعدی کار آغاز میکنه، این خودش به نفعش میتونه بوده باشه. قدرت خرید مردم داره، انگیزه خوبتر داره، تجارب خوبتر دارن، زندگیشون به شکل معیاری است. و مرفس بنان یک انگیزه خوب میتونه به سرمایه‌گذار بوده باشه و دسترسی به بازارهای جهانی هرگاه ما سرمایه‌گذاری میکنیم در پالی از اینکه قناعت افرادی که در داخل سرزمین زندگی میکنن فراهم میکنیم یعنی مستهلک داخلی را هرگاه ما متقاضیان بیرونی هم داشته باشیم بیشتر انگیزه میگیره یک تجار یک سرمایه‌گذار بنان مسئله سیاسی باز این قسمت داره زیدخل میباشه درست هرگاه ثبات سیاسی درست باس ما داشتیم باس ما میتونیم کالاهای خود به وجه احسنش به کشور بی و سی و دی تا اخیر ما خوبتر صادر کنیم و آنچه که ما نیاز داریم از سایر کشورها باس ما وارد داشته باشیم یکی از معضلات عمده و اساسی که در افغانستان متاسفانه از بحث مسئله ثبات سیاسی است کشورها دل نمی کنن یا میفهمند پشت پرده که چی گپ است دل نمی کنن یا جرات نمی کنن یا بالاخره اجازه شان نمیته مقتدرین ولی ظاهرا این مسئله رو مطرح میکنن از بله. که سرمایه‌گذاری رو داشته باشن در افغانستان این ظاهرا دیگه همیشه پارادوکس بوده بین گفتار و بین کردار پارادوکس هست تناقض بوده ای کاش آنچه گفته میشه همیشه عملی شوه ولی متاسفانه چنین نیست بنان اجرات که نمیکنن طبیعی بستر سرمایه‌گذاری داخل افغانستان مساعد نمیشه
هرگاه سرمایه‌گذاری نبود، میزان اشتغال پایین است، قدرت خرید پایین است، لیکویدیتی و سیالیت پایین است، تقاضا نیست. خود ازی میتونه سلب انگیزه بوده باشه بعد تامین کننده اولیه یا سپلایر دکال بسترساز افت اقتصادی میتونه بوده باشه. بنان یکی از موضوعات عمده و داغ که باید نظام حاکم باید کنار بیا با جامعه جهانی صرف نظر از هر حالتی که است در شرایط موجود، چون اثرات منفیش مرکز بالای توده ها میشه. مردم دارن متاسفانه فیصد زیادش نان بخوردن ندارن، این مشکلات است متاسفانه. کسایی که در مقامات می باشن خود زندگی مرفه می داشته باشن، مزد و معاش خوبتر دارن و این اثرات منفیش بیشتر با غلظت تمام و یک مسئله دیگرم که است مسئله تعذیرات است. می بینیم که تلاش منطقه‌ای شکل می گیره. امارت اسلامی می خواهد که روابط خوب در حوزه اقتصادی جدای بحث سیاسیش در منطقه و فراتر از منطقه داشته باشه و مشخصا در بحث قطر اگر بخوایم ما نزدیک شویم به قطر، روابط اقتصادی داشته باشیم و توسعه پیدا بکنه در بخش اقتصاد و تجارت، این تعذیرات می تونیم میره دور بزنیم به نحوه میانه هنوز مچالش ها پا برجاست و به هر پیمانی که ما آلترنتیف های بیشتر داشته باشیم، آپشن های بیشتر داشته باشیم، گزینه ها و روزنه های تجاری بیشتر داشته باشیم، میتونه به سود اقتصاد افغانستان و ملت تمام شوه. و ریسک هم اگر بوده باشه تقسیم میشه بالای سایر سرزمین ها یا سایر گزینه ها. و ما امید 100% از قطر نمیتونیم داشته باشیم که قطر هم حافظ منافع امریکاست. بنان هرگاه نظام حاکم توسط امریکا داره تحریم میشه، این هم جزی از بازی های سیاسی و گیم تیوری هم میتونه، تیوری بازی هم میتونه بوده باشه و دور زدن از هان مردم میتونه بوده باشه. ولی ما فال نیک میگیریم، اما ظاهرا هم قضاوت کنیم هرگاه رابط درست تجاری داشته باشیم میتونه به سود اقتصاد افغانستان و من جمله کشور قطر تمام شد. بسیار تشکر، سپاسگزارم. وثیق صاحب پیشتر اشاره داشتین که دوحه میتونه نقش را بازی بکنه و نقش هم که نقطه وصل کابل با جهان باشه. بیش از کمتر از 3 سال میگذره و نزدیک به 3 سال از حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان میبینیم که هنوزم کش و قوس های وجود داره. فکر میکنین تانسته دوحه با توجه به نقشی که بازی کرده در گذشته و در حال حاضر کابل با جهان وصل بکنه؟ هنوزم یک فاصله زیادی وجود داره. متاسفانه که در یه آخر قسمی که شما میبینین که البته در گذشته به شکل مرموز و به شکل که بسیار محسوس نبوده، کشورهای منطقه نگرانی های خود داشته از حضور امریکا در این منطقه و خب با رفتنش فکر کردن که نیجا یک فضایی با وجود میاد که میتونن از این فضا به نفع خود استفاده کنن، گویا خلایی که با وجود آمده این خلا را میتونن پر بکنن. ولی چون این رقابت در سطح دنیا بین قدرت ها وجود داره، از گذشته های دور این رقابت ها بوده و تا امروز هم این وجود داره، بنابراین کشور قطر خودش یعنی شخصا قطر نمیتونه کار بسیار بزرگ را انجام بده، فقط او میتونه پیام رسان باشه و میتونه یک نقطه وصل باشه با دنیا، خصوصا ایالات متحده. همین نقش چگونه بازی میکنه در حال حاضر؟ وثیق صاحب میبینیم که خب قطر با آمریکا رابطه خیلی خوبی هم داره و حالا یک رابطه ای که با امارات اسلامی هم داره، میتونه یک میانجی خوبی باشه در حال حاضر. و از گاهی که میپرسیم به خاطر بر رسمیت شناسی و تعامل امارات اسلامی بیشتر هم به این عقیده هستن که باید آمریکا بر رسمیت بشناسه امارات اسلامی رو تا اینکه از این وضعیت بیرون شه و اگر کشور دیگری می کارو بکنه چندان تاثیر نمیتونه داشته باشه. با توجه به نزدیکی قطر با واشنگتن فکر میکنین حداقل میتونه که کابل با واشنگتن نزدیک بکنه قطر به خاطر بیرون رفت از وضعیت کنونی؟ فکر میکنم قطر در صورت میتونه که شرایط دنیا که چی است بر ارتباط به رسمیت شناختن یا تعامل بیشتر، او شرایط آیا حاکمیت موجود پوره کرده یا پوره میکنه که شما میفهمین مسائل مختلفی است. مثلا امروز چیز اصرار داره حاکمیت که گویا در نشست قطر در اون سیاسیون و جامعه مدنی افغانستان نباشه. خب ای که چرا نباشه؟ من فکر میکنم یه جامعه نمیتونه بدون سیاسیون و به اصطلاح حرکت های مدنی یعنی پا به پیش بگذاره. این یک موضوع. یا مثلا تعیین نماینده خاص، این میشه که مشورت شود بدون نماینده آیا چطور ممکن است که از یک طرف
افغان ها با هم نزدیک ساخته شود و یا یک بر نقطه واحد برسند. اما باور امارات اسلامی چیز دیگر است. میگن خب نماینده در زمان مشخص میشه تعیین میشه که وطن یک کشور در بحران باشه و درگیر یک جنگ باشه، که افغانستان نه درگیر بحران است و هم درگیر جنگ. پس چه نیازه در صورت حضور یونما در افغانستان نیاز به تعیین یا گزینش نماینده ویژه بر افغانستان است؟ آیا حاکمیت موجود میتونه بدون به رسمیت شناختن از طرف دنیا یا همه کشورها میتونه به پیش بره یا ادامه بده؟ یک شرایطی که وجود تا اینجای کار دیدیم ظاهرا ادامه داده وسیق صاحب، مثلا نزدیک به 40 نمایندگی سیاسی در اختیار امارت اسلامی است. روابطم با گذشت هر روز به باور امارت اسلامی گسترش پیدا میکنه. حالا دیدیم قزاقستان در آخرین مورد از لیست سیام بیرون کردن. خب ببینین، قزاقستان یا روسیه یا هر کشوری یا امریکا، هر کسی که این کار بکنه، مثلا یک نقطه برای شما میگم، تعلیم و تربیه دخترها در یک جامعه. ببینین حاکمیتی که به عوضی که سهولت ایجاد بکنه که تا هموطنایش یا همشهریانش به تعلیم و تحصیل به علم و تکنولوژی دسترسی پیدا بکنه و برای پیشرفت جامعه مؤثر واقع شود، برعکس جلا و زوره بند میکنه. آیا اینمی هرگاه امریکا هم این کار میکنه، روسیه هم این کار میکنه، قزاقستان میکنه؟ من من حیث یک افغان نفرین میکنم، نگفتی چرا. من میگم حاکمیت موجود حداقل در قدم نخست یک چراغ سبز نشان بده، حداقل بگذاره که دخترها بره به مکتب. تعلیم و تحصیل بخواست های داخلی هم هست. در بود جهانی فکر میکنین که ارزش هایی که از قبل تعیین شده واقعا ارزش هست به جهان و از این ارزش عبور نمیکنه به خاطر تعامل با امارات؟ من فکر میکنم خب یا عبور نکده. این شما میفهمیم که هر کشور منافع خود داره، هر کشور به اساس درست. منافع ملی خود عمل میکنه. من میگم که منافع ملی ما در کجا است؟ من میگم حاکمیت موجود سر موارد چیز داره که از جامعه جهانی گویا به یک شکل امتیاز بگیرن و به رسمیت شناخته شوند. هرگاه جامعه جهانی که به این ارتباط رسمیت میده، این من فکر میکنم یعنی افکار عام جامعه جهانی نسبت به حاکمیتهایشان منفی خواهد بود و با نفرت خواهد کردن. ببینین در عصر در قرن 21 ما در یک جامعه که ما به اصطلاح به مناسبات قرون وسطایی بریم، همیل دختر خانوما به مکتب رفتن نمیتونه، به کار 2 سال از نزدیک به 3 سال که خانوما نمیتونه به دفتر بره، نمیتونه به کار بره. نیمی از جامعه اینال از چرخ حرکت در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کلش اینی خودش باعث پسمانی میشه. بناهن جامعه جهانی یا هر کس دیگه به اساس منافع خود کار میکنه، منطقه به حساب منافع خود کار میکنه. من مشوره من ای است که هرگاه حاکمیت موجود نخواه این کار بکنه و نخواه از خود انعطاف نشان بده، نخواه با افغانهای خود مذاکره بکنه، بشینه آیا میشه یک ددهی عصر 21 تنها یک نظام همه با مولوی صاحبا اداره شود؟ او جای خود داره، ولی یک متخصص یک اصلا جای هرگاه این کار نشه، من بر شما اطمینان میتونم که شکست این روند در مجموع جامعه را میبره به طرف بحران. درست. بحران بسیار عمیق و بناهن از این جلوگیری باید شما به این وزنی که بود میشه. گفته های شما که نیاز از در ساختار یک تغییر بیه کاملا هر با این کار نشه، من فکر میکنم ما به مشکلات جدی مواجه خواهد شد. برمیگردم. بسیار تشکر، سپاسگزارم وسیق صاحب. افغان صاحب، فکر میکنین جدای بحث قطر چقدر نیاز است که ما توجه کشورهای خلیج فارس به افغانستان در حوزه اقتصادی جلب بکنیم؟ داسې موږ باید هر ملک ته بیل استراتیجی جوړ کړو او هر ملک ته د هغو د تجربو او د دوی د ګټو په نظر کې نیولو سره بدیل طرحې باید ورته جوړې کړو. اوس ګوره موږ په که ایران نه غواړو چې په نفتو راویستو کې موږ سره کومک وکړي، دا ناممکنه ده، ځکه د هغو دلته بازار ده، یا
کچین ته وایو چې موږ سره په صنعت کې دلته تاسې ځکه د هغو لپاره دا بازار دلته سرمایه ګذاري وکړي بدیلې طرحې هغه موضوعات چې هغه نه یې کښکیل موږ له سیمې نه باید استفاده وکړو دغسې له خلیج فارس یا عربي ملکونو باید استفاده وکړو په متفاوتو موضوعاتو کې دوی باید راوبولو او دوی ته موږ باید دغسې طرحې جوړې کړو چې څنګه کولی شو لکه څنګه چې اوس خارجي تګلاره د دې عمارت دغسې اقتصادي تګلاره څنګه موږ دوی ته جوړوی سو څوک په څه شي کې راغوښتلی سو دوی څه شي ته ضرورت ده دلته څه شي ګټور ثابتېدلی سي دا بیرته موږ ځو هغه وختي حالت ته لکه میلمه هم سي ویلې موږ تخصصي باید مخته لاړ سو یعنې دا تقوا او دغه ډېر اخلاص او دغه دا مخکې اتي ختمیږي یو نظام یو سیستم باید سي د سیستم له جوړېدو سره موږ کولی شو چې هر ملک ته طرحې جوړې کړو هغه د خپلو ګټو مطابق راځي هغه د دې لپاره نه راځي چې تا سره یا په تا شوک ده یا تا ته تی ښه یسېږي نو ښه خبر دا ده چې موږ هر عربي هېواد ته یا اوس د نړۍ پر قدرتونه دي د هغو خپلې ګټې دي هغه په غټه سطح هغه غواړي چې سیاسي او اقتصادي په سیمه کې دوی باید مثبت حالا شما ظرفیت در حال حاضر میبینین با وجود که کشف قوس‌ها وجود داره و رقابت های میان قدرت ها هست جدای بحث سیاسی در حوزه اقتصادی افغانستان بتونه منافع خود حفظ بکنه حداقل منافع خود تعریف کرده در حوزه اقتصادی که چی هست یعنی لوسه پورې موږ سرسری زلګیایو اوسنۍ وضعیت موږ سرسری د موږ بنیادی نه یو لکه چیرې لکه څنګه چې په دې تیرو شو در مسیر قرار داریم که روشن نیست که آینده چی میشه و هدف مشخص نیست میگه دغه سی ده موږ باید موږ خپل موږ سی دغه خپل قدرت نه خو دنیا ته سی ما کې څه ظرفیت سته موږ لوسه پورې صفر کې ورته لګیایو مګه که څوک رابولو زه یو طرحه نسم ورته جوړوی یو سړک نه لرم یو برق نه لرم یعنی په کومو امکاناتو پس چې خدای میتونه خطرناک باشه وقتی یک برنامه وجود نداره یک استراتژی ملی در حوزه اقتصادی وجود نداره و میریم وارد تعامل میشیم در حوزه اقتصادی با کشورها کشور مثل چین که بیشترم گفته میشه سیاست انحصارگرایانه ای داره آینده ای فکر میکنه خطرناک هست داسې داسې مګه بنیادی ما وختي هم ویلې مګه د سیمې سره سی وصله گیایو سیمه ډیر زیات ضرورت لري افغانستان ته او د سیمې هیوادونه ډیر ضرورت لري هغه په دې خاطر تر ډیره حده دی لیواله دي یعنی موږ خپله په سفرو کې تللي یو لیدلیم دي چې د سیمې هیوادونه څومره افغانستان ته ضرورت لري یا د افغانستان سره په اقتصادي اړیکو کې دوی څومره لیواله دي او د موږ دغه لویدلی حالات یا د موږ دغه یعنې بې برنامګي دا ډیر فرق سره لري دا ډیر یعنی موږ چې هلته لاړ شو چې هغه کومې پریزنټیشنې راکوي هغه کوم موضوعات را سره شریکوي موږ خالي د هغې ننداره کوو نه ما ورته باید له هغه که د هغې هغه سل فیصد ما ورته یو لس فیصده برنامه خو باید ولرو یو ملک ته ځو په کومو موضوعاتو کوم موضوعاتو کې دی رابللی سو موږ کوم امکانات ورکولی سو اوسني وضعیت کې څنګه استفاده ترې کولی سو بارام صاحب چې تر هغو موږ تخصص ته کارونه کوو تعلیم ته کارونه کوو او هر وزارت اما حالا نزدیک به 3 سال که مکسر فکر میکنین در این حوزه در حوزه اقتصادی ما در یک مسیر درست داخل قرار گرفتیم مرچن از برنامه‌ای شما اشاره میکنین میگن ما میبینیم که سفرهای متعدد شکل میگیره از مقام های امارات اسلامی به بیرون از افغانستان میرن در نمایشگاه های ملی و بین المللی شرکت میکنن روی توسعه روابط تجارت و اقتصاد صحبت های میشه و اطمینان هم داده میشه در خصوص از سرمایه گذاری گرفته تا تفاهم نامه هایی که امضا میشه حداقل یک مسیر درست حال هستیم اگه برنامه هم نداریم یعنی ما خپل اصلی دلی او خپل اطلال هم اشتراکم که کلی بغیر لدیسی دی خپل توکی را بانده خرس کی او دی خپل و گت و تکارو کی یعنی دی مگه اتا دی مگه گت و مگه توکو تا هم ندی آماده سی وایخلی یعنی دی دومره نیاز ندارن یا نمیخوان بخرن یا هر سال خپل تجارت کی خپل کاروبار کی هغه د تا لګټو نه خپل ګټو ته ژمن ده دا غلطه ده که زه وایم چې هغه به دومره خلوص دي نه تو کی یعنی دا سیمه کې دغه تجارت او کاروبار متقابل څه نه هم مخته نسی تللی د مګه به برنامګي د هغه په دې خپل برنامه کې به دغه کی به یعنی وای چې بس خالص لکه د مګه څنګه ورزو د غره کم یو شی د پیخر سکه د روزمره حالت و چلو دا کوم قرار دادونه سی سوی دی بیرتا آیا تاکیب سوی آیا پا کوم بخشو که راغلی عملا کار کردی یعنی مگا باید خپل لاس پا کار سو دی خپل لاس پا کار که دو داغ تاگ را تاک سی دا یو پیکر که دلی سی یو انگیزه که دلی سی اما پا دی بانده باید کار و سی حکومت باید کارو کی سیکتورونه باید کارو کی مگا لاغه جی چی شکاپی که ولی سو
چی شي راوړلای سو کوم بخښو کې موږ هغه ته باید لاړ سو زده کړی وکړو ست راوړو او دلته خپل تشکر سپاس کوم. مدبر سپاسید شما فکر میکنین در حال حاضر روابط در سطح منطقه در حوزه اقتصادی با کشور چگونه است؟ دانستیم یک آنچنانی که نیاز است یک رابطه یا رابطه شکل بدیم در حوزه اقتصادی یا هنوز یک فاصله وجود دارد دور است؟ طبیعی بنا به ظرفیت ها و امکاناتی که ما داریم کشورها علاقمند هستند که با ما رابط داشته باشند و از این مزیت استفاده ببرند و در مسائل سیاسی هم من حیث یک تخته خیس از افغانستان استفاده میکنند، در مسائل اقتصادی هم من حیث یک چارا کشورها استفاده خود بردن میبرند. به خاطر تا جایی نسبت به سالهای اول یعنی دو سه سال پیش که تازه تحول شکل گرفته بود، یعنی تا جای تغییرات قابل لمس و ملموس مشهود است، ولی بسنده نیست بنا به امکاناتی که ما داریم. چرا هرگاه ما از رشد صحبت میکنیم، از پویایی بالندگی صحبت میکنیم، یک سری عوامل دای زی دخل میباشه که از جمله بحث منابع طبیعی است. یعنی کشورها خوش دارن از منابع طبیعی خود و سایر کشورها استفاده کنند تا اقتصاد خود را رشد بدن. افغانستان یکی از کشورهای برازنده است، یکی از کشورهایی است که بالقوه امکانات بیشتر منابع طبیعی داره. از این منابع طبیعی ما به سود خود چگونه استفاده کرده میتونیم که بحث پیشتر که مدیران، متصدیان و متولیان زبده متخصص و مسلکی و توانایی و توانا ایرا فرایند مدیریت کنند و متولی کرسیش بوده باشند. یعنی ما اهل کار باید به کار بگماریم و مطابق ظرفیتش برش بستر کار فراهم کنیم و کرسی نشینا هم انسان ها بوده باشند. سایر کشورها هم از این منابع طبیعی میخوان استفاده خود ببرن، ما به نفع خود میدانیم استفادهش ببریم. و بحث دیگه بس زیر ساختای فیزیکی است، این برپایمان زیر ساخت فیزیکی بیشتر داشته باشیم، اقتصاد مولد میتونیم رشد بدیم. اقتصاد مولد که رشد کرد ما در طویل المدت میتونیم به طرف پویای بالندگی خود برسانیم، سوق بتیم، نیروی کار صاحب کار میشه و شاغل میباشه، جمعیت فعال از سایر کشورها هم سرازیر میشه. هرگاه زیر ساخت فیزیکی داشتیم بستر به خاطر سرمایه‌گذاری مساید بود، یعنی خود از یاد دندانه ها برشد از دیگه، ما مزد بیشتر پرداخت میکنیم، از جمعیت فعال داخل افغانستان یا سرزمین ما هم استفاده میکنیم، نیروی کار بیرونی هم میل میکنیم داخل افغانستان خود مستقر بسازه، چون هر جایی که ارزشمند بوده باشه پدیده و جنس کالا و گوتس و حتی نیروی کار هم اونجا میره. هر جایی که مزد بیشتر برش پرداخت شد نیروی کار هم اونجا میره. چرا امروز نیروی کار افغانی به سایر کشورها سرازیر میشه؟ از مجبوریت. هرگاه مزد بیشتر برش هرگاه میجا پرداخت شد نیاز نیست به سایر کشورها یا متواری شوان و متاسفانه آواره شوان داخل افغانستان کار میکنن. بینن خود هم میتونه که بستر رشد فراهم کرده باشه و سرمایه انسانی ما خودمون ظرفیت سازی داشته باشیم، کپاسیتی بیلدینگ داشته باشیم. همین کشورهایی که خود بشردوز جا میزنن و کشورهای مرفه هستن، از همیا بخوایم که تکنیکرها و افراد توانش بیان و مردم ما را ترین بدن، ورکشاپ بدن، حقیقتا ورکشاپ بدن، نه اینکه بودجه ها را اختصاص بدن بس بس به جیب مردم بره و بس ظرفیت سازی بکنن. درست بود فناوری و قانون امثال هم این هم از یاد دست به دست هم داده یک کشور را رشد میده. هرگاه باز ما مرفع بوده باشیم سایر کشورها علاقمند هستند با ما روابط تجاری داشته باشند. اگر کوتاه اشاره بکنم مدبر سی آنچه که امارات اسلامی تعریف میکنن سیاست هایش سیاست های اقتصاد محور بیشتر میگن هست، این سیاست ها میتونه منجر به خودکفایی که بیشتر افغان سی بشاره کردن و مبدل ساختن افغانستان به کشور صنعتی شود. اما رمز خودکفایی و واقعا اقتصاد محور بودن یکی شی است که اول اراده باشه، بله، صلاحیت باشه، دلسوزی باشه، تخصص باشه و یک چشمانداز کلی ما داشته باشیم، پلان استراتژیک درست مبتنی به جو و فضا، مبتنی به امکانات بالقوه ما، ویژن ما، چشمانداز ما چی است، گول هدف ما چی است، ابجکتیو ما چی است، ماموریت میشن ما چی است، با در نظر داشته صلاحیتی که ما داریم، امکاناتی که ما داریم، حقیقتا میتونیم خود به گول و مو چشمانداز یا هدف خود برسانیم یا خیر. افغانستان ظرفیت داره، هرگاه حقیقتا که گفته میشه که اقتصاد محور است، اگر واقعا فرایند خوب مدیریت شود، دخالت های بیرون نباشد، ما را اجازه بدن میتونیم ما با پویایی بالندگی در مدت کم برسیم. این ظرفیت در افغانستان است. بسیار تشکر، سپاسگزارم. وسیق صاحب، نشست دوحه را فکر میکنین چه نوع نشست میبینین؟ نشست سازمان ملل مستقلانه که تلاش است به خاطر حل قضیه افغانستان، یا برنامه آمریکا از مجرای سازمان ملل و حل قضیه افغانستان، یا سوق دادن افغانستان به یک بحران دیگر؟ خوبی بستگی داره که چقدر دنیا در مجموع چی منطقه است چی دور از منطقه چگونه فکر میکنن. اگر فکر میکنن که برن به طرف مثلا بدنامی و یا
دامن زدن بحران در منطقه و بالاخره در سطح جهان و تهدید برای صلح و امنیت جهانی. باز میشه که به اصطلاح در اینجا یعنی برای یک رقابت بپردازند. غیر از او من فکر میکنم اگر عاقلانه برخورد شود این است که همه در تفاهم چی منطقه است چی جهان واقعا یک رای منطقی را پیدا بکنن برش یک مثلا نقشه را که او ما را بکشه از بحران و سر از او کار بکنن. در غیر از او من فکر میکنم این مشکلات دامن زده میشه هرگاه این پروسه را از هر طرف باشه میشه که این را مسیر خوب داد میشه که ایره اشاره کردن وسیق صاحب میبینیم که تضادهای وجود داره ایران و روسیه خب در یک سمت است و در نشست دوم هم به طرف حمایت از امارات اسلامی کردن از موقفش و آمریکا به طرف دیگری هستن. کاملا شما یک باری طور فکر بکنین افغانستان تجربه خوبه بوده یعنی سقوط کردن به دامن شوروی وقت هم دیدیم سقوط کردن به دامن امریکا هم دیدیم امریکا هم اونو نظام هم اونجا بالاخره رها کرد و شوروی هم اونو حزب دموکراتیک نظام شده اونجا به سقوط مواجه کرد. آیا ما توان یعنی تضاد منافع چیجا آیا ما توان از این را داریم که توازن بین جا برقرار بکنیم یا افغانستان در امو حد است یا یک وسیله است بر دیگرا؟ من فکر میکنم بهترین راج در قدم نخست همی است. من بازم سر از این تاکید میکنم که مذاکرات بین الافغانی اگر ما میگیم که همه چیز حل است مطمئن باشین حل نیست. اینی مذاکرات بین الافغانی گپ بسیار اساسی است. باید چیزی که در توافقنامه دوام ذکر شده وسیق صاحب واسه سال هم میشه که جهان بر این مسئله تاکید داره و میگن که باید یک مذاکرات شکل بگیره گفتمان ملی هم شکل بگیره. نهایتا در پی نشست یوم دوحه امارات اسلامی وعده به این میشه که تمکین بکنه به خاص فکر میکنین یک نظام قانونمند که برای پیش دنیا هم بر رسمیت شناخته شود و او مردم هم از او راضی باشند. من فکر میکنم تا جایی که تا هنوز دیده میشه هم حاکمیت موجود پافشاری داره سر موضع خود درست. دنیا پافشاری داره سر موضع خود و اینطور معلوم میشه که کشورهای منطقه هم این موضع چیزه حاکمیت میخواین تقویت بکنن درست. در تقابل فرصت هم خیلی کم است میخواییم جنبندی هم داشته باشیم میخواییم پرسش گفتم میشه که در جریان پنج دهه اخیر هفت نماینده ویژه از طرف سازمان ملل به افغانستان گماشته شد. اگر قرار باشه نماینده دیگر در نشست سوم دوحه تعیین شوه میتونه مسئله افغانستان حل بکنه یا نه تجارب ناکام گذاشته است؟ خب من فکر میکنم تا هنوز خب بیانگر همون تجارب ناکام است ولی این را باید داشته باشین. من چیزی که میخوایم بگویم این است که بدون نماینده وقت میتونه نتایج مطلوب داشته باشه نشستا و مذاکرات بین افغان ها که در پشتشان کسی دیگه نباشه که یار تشویق بر منافع خود بکنه و یا بفهمه کسی نیست حمایتشان بکنه باز با افغان خود میشینه و میخوایم مذاکره بکنه و یک نتیجه مطلوب برسه. بسیار تشکر. سپاسگزارم افغان صاحب. کمتر از یک فرصت به شما بگذار میکنیم آخرین صحبت های شما رو میخوایم داشته باشین. کشوری هست در منطقه بتونیم از او در موضوع اقتصادی الگو برداری بکنیم نقش قدم انتخاب دنبال بکنیم مسیرشان بختر شکوفه اقتصادی مگه باید خارجی پالیسی اقتصاد محور پالیسی خارجی باید جوړه کو درست او پسیمه کې دغه پر قدرتونه واستګوره چین د مخ کې مختکیږي مشاتکیږي مګه ملکونه باید ټارګټ کو هغه ملکونه سکوم مګه ته ګټور ثابتې د لایسی مکسره په اقتصاد کې ټکر ناراضي لاغونه استفاده باید کو داسې نه په یو ملک تکیه باید نه کو لکه چین ګور هغه انحصار کوي په دې ښه پوهیږو عمارت هم پوهیږي ټول پوهیږي بیا هم هغو ته لیواله یو موږ اوس حالت کې مجبور یو موږ باید یو ټارګیټ کېدو له کوم حده پورې چا ته ورځو څومره ورځو کومو ملکو سره باید له کومه حده پورې څومره اړیکې وساتو یا څومره ځان یعنی دوی راوبولو موږ به تر څو کلو پورې خودکفا کیږو په کومو بخشو کې باید خودکفا سو اوسنی حالت حکومت یوه پروژه باید وکړي له سره یې باید ورسوي بیا بلې ته لاس واچوي او لکه د کوشتېپې کانال دغسې ملي و غټې پروژې غټې برنامې په لاس کې واخلي چې موږ وکولای سو خودکفا سو او په هغه حساب وسي. و مدبر صاحب جنبندی شما رو میخوایم داشته باشم. چی از جنبندی شما؟
کشورهایی که طرف صنعتی شدن تازه گام میگذارند از سیاست جانشین واردات و تشویق صادرات استفاده میکنند. هرچند ابتدا سخت است ولی مطمئنن بهرش به شکل درست میباشه. سیاست جانشین واردات است، ما ابتدا کالاهای توسعه و سرمایه را میشه وارد کنیم، ماشین آلات میشه وارد کنیم، بعدا باز ما بومی بسازیم یا یک سری ابزار میشه وارد کنیم. با سایست آیست خود ما زیر ساختار روش داره بریم. سیاست تشویق صادرات، ما تجار خوده بستر برش مساعد بسازیم که از سایر کشورها هم تجار بسر مگذاری کنه و تجار داخلی ما هم انگیزه داشته باشه. معافیت مالیاتی، بحث تعرفه ها و سایر مزیتان بسیار تشکر. سپاس گزارم آقای عبدالظهور مدبر، آقای محمد نبی افغان آگاهان اقتصادی و همچنین آقای میاگل وثیق آگاه سیاسی از حضورتان در محور امشب. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم حضورتان و بحث نمینده پایان محور.